دیر می شود که روسیه در درون این جغرافیا به اسم افغانستان پیدا و پنهان حرکت های را انجام می دهد. این یک سوال را ایجاد می کند. روسیه به تعبیر در حیات خلوت آمریکا چه می خواهد بکند؟ بسیاری ها باور دارند که در دوره جدید و نبض جدید در این منطقه افغانستان و مسابه حیات خلوت برای آمریکا و متحدینش غرب می باشد. اما انصافا روسیه با این امضایی که اخیرا با حکومت افغانستان انجام داد با دنبال چیست این توافقنامه دو بود بسیار ارزشمند دارد یکی مسائل نظامی و بعدش هم مسائل تخنیکی. در بود نظامی که گهگاهی همه شنیدیم روسیه با دنبال کمک های نظامی و کمک هایی که بتوانه قوای هوایی را در افغانستان تقویت کنه گهگاهی سخن رانده و اما در مسائل تخنیکی گفته می شود این قرارداد و این توافق نمت در درون خود از مسائل استخباراتی هم حرف می زند که اگر بتوانند دو کشور در زمینه های چون توریسم و مسائل مبارزه با مواد مخدر اطلاعات استخباراتی را میان یکدیگر تبادل کنند و بحث دیگرش آموزش نیروهای افغانستان در داخل خاک روسیه است اما اگر یک گریز بزنیم و نگاهی به تاریخ داشته باشیم روسیه با توجه به تجربه های تلخ تاریخی که در افغانستان دارد زیاد مایل نخواهد بود تا بار دیگر حضور نظامی یا حضور فیزیکی در درون افغانستان داشته باشد اما بیشتری ها تحلیل میکنند که حرکت های روسیه این بار در درون افغانستان بسیار آرام و منطقی تر نسبت به سالیان گذشته است حتی بیشتری ها حس می کنند که یک دعوتنامه نانوشته برای روسیه از افغانستان فرستاده شده است به دو دلیل یکی اینکه مردم در افغانستان با کمک های جامعه جهانی تردید کردند و با حضور غرب در افغانستان چندان با آینده خوشبین نیستند و در حال ابهام حرف و حدیث رانده می شود. روسیه چه قدرت دارد؟ روسیه در افغانستان اگر بتواند بار دیگر حضور خود را قوی تر بسازد این به محصابی این است که یکی از نیازهای افغانستان را رفع می کند چنانچه کمک نظامی و ساختن یک ارتش هوایی محکم ولی روسیه از امریکا چی می این که آمریکا به قلمرو همان جمهوری شوروی سابق تجاوز نکند چونان که گاه امریکا آمریکا در سطح جهانی اگر در برابر روسیه ایستاده روسیه هم قدرت نمایی کرده بر فرض در مسئله کرملین و اوکراین که بحثش بسیار داغ شد روسیه یک مقدار گاز خود را بالای اوکراین قطع کرد اوکراین که سرچشمه تولید گاز برای کشورهای اروپایی است اونجا همه حس کردن که اگر روسیه هم یک مقدار حرکت کند سبب می شود تا بسیاری از کشورهای قدرتمند اروپایی به کمبود نفت گرفتار شود حالا سوال آخری آیا این بار رابط و نزدیک شدن روسیه و آمریکا در درون افغانستان تعامل است یا تقابل برای اینکه این بحث را با جزئیاتش شرح داده باشیم و بتوانیم تحلیل همه جانبه داشته باشیم سه مهمان محترم امشب با من داریم بحث حضور دارند. جناب آقای غلام حسین ناصری از به مجلس نمایندگان به این ترتیب جناب آقای دکتور محمد داود رابش استاد دانشگاه و همچنان آقای انجینیر زکریا زکریا نماینده مردم در مجلس نمایندگان مهمان محترم عباس بسیار خوش آمدی شما راوی صاحب یک سوال بسیار ساده ولی ممکن بسیاری از گوشه های پت پنهان این توافق نامه و عرکت های پیدا و پنهان را تحلیل کنه این حرکت های اخیر روسیه را شما چه تبیر میکنید؟ آیا روسیه یک بار دیگر به با دنبال حضورش در افغانستان هست یا ایده دیگر در سر دارد که هنوز زیاد برای مردم روشن نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به همه عزیزا خدمت <تصفح> شما بگیم اول با یک برخورد تاریخی و منطقی با مسائل منطقی و با یک نگاه گذرا در رابطه با رابطه ارتباط افغانستان با اتحاد شوروی سابق حکومت روسیه تزاری وقت و دولت های فدرال موجود میتونیم به یک نتیجه در زمان حال قسما برسیم یعنی در یک بحث کوتاه تلویزیونی ممکن است این همه برخورد تحلیلی تحلی تاریخی تحلی 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 مشکل باشه درست. با یک نگاه گذرا در زمان تزار در زمان ازی که امیر عبدالرحمن خان سفری به منطقه میکنه نامه میفرسته به شاهزاده وقت پتربرگ و میخواهد که رابطه افغانستان با اون با در نظر داشت موجودیت انگلیس در منطقه و نفوذ قدرتمند انگلیس در منطقه میخواهد یک تعامل یعنی مثبت داشته باشه و در یک تعادل نگاه کنه افغانستان بعد از زمان های حکومت های بعدی که باز حکومت دولت شکل میگیره عمدتاً در زمان حضرت محمد ظاهر شاه همه این روابطی که با کشورهای غربی بوده جمع ایالات متحده آمریکا با ملاحظه و با در نظر داشته برخی منافع یا تعامل با روسیه بوده با شوروی وقت بوده امروز هم ما خب بعضن حکومتایی که با عصبیت آمدن در افغانستان و یک جناره گرفتن یک طرفه گرفتن نتیجه ای شد که افغانستان با ما در یک متعادله سیاسی ببینیم در زمان صدارت سردار محمد داود یک چنین حرکت صورت گرفت به با یک بارگی به طرف شرق به با یک بارگی به طرف غرب خب در سای تاریخ هست که ما ما فکر که کارشناس های روابط در افغانستان به این ویژه نظر دارن و مسائل با عمق می درست امروز هم با ما لازم نیست که به با یک بارگی به با، با بریم به یک طرف یا صد بریم به طرف دیگه ما باید این تعادل در منطقه جوبلدی که افغانستان حکم میکنه که ما این تعادل در منطقه حفظ کنیم حال این ای سیاست ما بیشترین ربط میگیره که ما چطور سیاست گذاری میکنیم آیا ما دبلومات کار کشته که زبان روسی را فرهنگ روسی را در روسیه کار کرده باشه زندگی کرده باشه در درس خونده باشه مثلا یا با فرانسه تعامل داریم باید ما یک دبلومات که فرانسه را بشناسه داشته باشیم آیا دیپلماتای ما در زمینه با برخورد تاریخی قضیه برخورد میکنن یا با برخورد آنی و فوری احساساتی در یک نقطه که مثل گذاشته خدمت شما یک اشاره بسیار کرد درست امروز بر ما لازم است که امور کمی که شما در صحبت مقدماتی اشاره کردین کردیم که دولت روسیه امروز میخواه با یک حرکت منطقی تر، تدریجی تر و با, یک تعقل با دولت افغانستان برخورد کنه بر ما هم لازم است که ما با عمق بیشتر با مثلا نگاه کنیم آله فقط یک نکته میخوایم بگویم که امسایه خداوند یا قضا قدر یا طبیعت یا هر که نامش میمانین خداوند انتخاب میکنه ما به انتخاب خود جوپلیتیک خود انتخاب کردن نمیتونیم ما اگر مثلا فرض کنین از اون سیخ گل از مکسیکو بخوایم به افغانستان چقدر هزینه کشتی و راه و غیره ما تایم میکنیم ولی یک موتر چل فوت فوت موتر کلان از روسیه تا افغانستان به سه چهار هزار دلار میرسه درست ما ناگزیری های منطقی هم داره ولی سوال که مطرح میشه که چه چی چیز موجب گشت تا حکومت افغانستان با وصف قراردادهای مختلف با جامعه جهانی به ویژه غرب حاضر میشه که با کشوری که دست دوستی داده به عنوان ب... اسم ایالات متحده آمریکا میره با یک رقیب بسیار دیرینه و سرسختش هم یک توافقنامه انجام میده آیا حکومت افغانستان فکر میکنه که این توافقنامه در حد بدقل اجتماعی و باسازی نیست بحث نظامی و تخنیکی و استخباراتی است فکر نمیکنین که یک مقدار به ایالات متحده آمریکا این حرکت خوشایند نیست شاید ولی بحثی است که اگر تروریسم منطقه یک پدیده تقریبا بو غ منطقي ولمګیره س کشور مقتدر مانند روسیه که در کنار ما است و استخبارات بسیار قوی داره و اگر او اطلاعات استخباراتی خود در اختیار دولت افغانستان میگذاره و به طبع دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا هم در تعامل دوستی و سمیت بسیار عمیق قرار داره این به نفر دو کشور است در, در, اصل خود ایالات متحده امریکا جنگ با تروریز افغانستان قرار است مسائل استخباراتی را با هر کس ناکس مثلا با پاکستان هم ما امضا کردیم طرف با روسیه امضا میکنیم طرف متحده آمریکا میکنیم این همه نشان دهنده یک براشفتگی و دست پاچگی نیست در درون نظام دو حالت داره یکی حالتی که شما میگین دست پاچگی یک حالت دیگه هم هست که ما باید اون را از دید خود دور نمانیم ما داریم تحلیل میکنیم مثلا دولت افغانستان بنا وضعیتی که داره بنا به موقعیتی که داره بنا به مشکلاتی که داره به هر طرف مراجعه میکنه و این مراجعاتش از نظر سیاسی اوقدر گپ بسیار هم نیست یعنی تازه هم نیست این اکثر کشورهای کار میکنن و دولت افغانستان هم میکنه اما در تشخیص دوست و دشمن در تشخیص یزی که حالا ما خدمت شما اگه بسیار بگیم که روسا در کار خود صادق هستن اونان صادق هستن این هم درست نیست هر کس بر منافع خود هر کس به طریق دل ما میشکند هر کس به خاطر منافع خود با ما ارتباط این بر ماست که ما چقدر میتونیم منافع خود تامین کنیم و ما در سیاست هوشارتر باشیم که بازی نخوریم هر کس در پای فریب ماست ما باید اون روی کار حکومت افغانستان با روسیه اگر در یک کلام کوتاه بخوایم ساده کنیم شما فکر میکنید یک گام منطقی و عقلانی است من فکر میکنیم که در مشوره با سایر نهادهای بین المللی است ایالات متحده آمریکا در جریان این گپ امکان نداره که ایالات متحده آمریکا استخبارات ایالات متحده آمریکا سفارت آمریکا وقتی که یک چنین تعامل با یک کشور بزرگ دیگه صورت میگیره اونا در جریان نباشه اونا در جریان هستن حرکت ها رو وقتی ما میتونیم منطقی سوال شما ما کارها را نه به اساس پروتکل ها و میتینگ ها و مجلس ها مق... امضای موافقت نامه ها بلکه به اساس نتایجشان ارزیابی می میکنیم نتیجه با دولت پاکستان خوب نبود حالا ما سر از قرارداد گپ نداریم قرارداد یک تلاش دیپلماتیک بود اما پیامدش منفی بود ما که میگیم پیامدش منفی بود یعنی که باز چشم داشت ما این است که از دولت روسیه تقاضای ما این است که با چالو نیرنگ و فریب و خدا و هیله و تزمیر با ما برخورد نکنه یک سرزمین تاریخی است همساییش است حالا سالات در مورد صداقت روسیه در باب افغانستان هم پرسش خود داشتیم اما پیش باید. از جزء بدین که از چون یک پرسش داشته باشم زکر سی یک فرضیه در افغانستان تقریبا آدم میتونه دا کنه که در ذهنیت بسیاری از شهروندان افغانستان وجود داره بحث مقایسه‌ای دو تا کشور آمریکا و روسیه شما به عنوان کسی که در این وطن سرد گرم چشیدین و حداقل تجربه تاریخی تا کشور روسیه را در دوران که در افغانستان حضور داشت شوروی پیشین و عالم ملت متحده امریکا در 14 سال از این دو کشور چه تجربه گرفتین؟ کدام یک حداقل در درازای تاریخ به افغانستان کمک کرد تا به ثبات و امنیت و رفا برسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم بارد سلام آقای مدرس به شما جناب ناصری صاحب جناب رایش یک ببینید وضعیت سیاسی و موزیگیدی های کشورها در قبال متحدینشان در حالت تغییر است یک پدیده ثابت نیست که ما به باور باشیم که فلان کشور برای صدها سال یا چند قرن بر در مناسبات خود یکسان باقی باند یک وقتی افغانستان به فرزون بود در یک موقعیت انگلیس در هندستان موقع داشت و از جانب دیگه ناپیلون در عراق ایران پیشروی میکرد روس تزار مجبور شده بود که افغانستان به حال خود بگذاره اما در او توافقات و قراردادهایی که در او زمان شد بازم روس عتشکن بود که پنجه عمله کرد آلت بفرزون منطقه را به هم زد و در شرایط فیلی صاحی بفرزون تغییر کرده اگر افغانستان و پاکستان بگونی متحد امریکا باشه سایه آزاد یا با فرزون آسیای میانه است که ها سر از بسیار کش میکنن که حق تجاوز به هیچ کس نتن در سایه با فرزون جدید که ایجاد شده درست و افغانستان استقلالت تام تمام خود داره از قلم روی اقماری کشورهای همسایه بیرون شده و بر افغانستان لازم است که نمی هویت جدید خود به یک گونه به دیدی احترام ببینه که دیگر کشورهای همسایه به عنوان قمر خود به افغانستان نگاه نکنه ما متعهد بین المللی خود کامریکاز به گونه‌ای باید در منطقه را نگاه کنیم و هم مناسبات خوبی با روسا داشته باشیم. و اگر با, با تاریخ که نتایج کاری چی بوده ما با آمریکایا تا سی سال است که شکسته و گریخته مناسبات داریم اما با روسا از زمان تزار و آمدن حکومت بلشویکا که اول دفعه در جنگ جهانی جنگ سیم افغان انگلیس استقلال ما را بلشویکا به رسمیت شناختن و در سال 1921 توافقنامه بوده توافقنامه عدم مداخله به خاک افغانستان اما با تاسف که ما دیدیم ها بر خاک ما تجاوز کردند یک تاشکنی دیگه هم در تاریخ اجرا کردن به گونه که برای ما یک نوع اوشرباش تاریخی بوده و در کنار از این حرکت ها در مراودات همسایگی ما میبینیم که کمک هایم کردن مثلا از سال 1954 تا 1978 یک میلیارد دلار یا یک بیلون دلار روس تزاری کمک بلای واسکت برای او که روس بلشویکی کمک بلای واسکت برای افغانستان سرکاب ما ساخت پلا ها ساختن باز پانتونا ساختن کمک های خود کردن و در زمان حکومت که ایجاد شد به کمک روس ها 800 میلیون دلار کمک کردن در زمان جنگ مقاومت هم به جنای شمال روسا کمک های خود کردن یعنی در سرنوشت افغانستان بگونه گونه نقش داشتن داشتن تاثیر داشتن و نمیتونیم ما انکار کنیم اما تاریخ ما بیشتر گفتم وضعیت دنیا تغییر خورده موقعیت افغانستان موقعیت با فرزون دیروز نیست بلکه آسیای میانه به فرزون است ما متحدین خوده که متحدین جدیدی ما در جنگ اگر در موضوع صداقت باشه بیشتر به با متحدی که چند سال چند سال آخر تجربه کردیم به اینا کم اعتمادی و بیباوری را نباید شروع کار خود بسازیم و همچنین این توافق نمایی که روز با ما امضا میکنه چند, چند قبل سه ماه پیش با پاکستان امضا کرد و این کارات بین کشورهای مختلف دنیا اجرا میشه چون بحران دنیا بحران جهانی است مسئله مواد مخدر مشکل دنیاست است توریسم مشکل دنیاست درست مافیا مشکل دنیاست بنابراین دنیا نیاز به توافقات داره ما توافقی که برای بهبود بشریت شریعت و خود ما باشه هیچ نوع احراسی نداریم بله با این همکاری که در می ساعتی که شما بر شمردین تخ... کمک های تکنیکی باشه نظامی باشه امنیتی باشه مبارزه بر علیه مواد مخدر باشه مبارزه بر علیه توریسم باشه به نفع ما هر کشوری که در این راستا با ما همگام میشه در این سفر بسیار دشوار به عنوان متحدین خود به عنوان که سپای یک سنگر هستیم بلکه دیگه خود با اعتماد پیش بریم بله یک سوال کوچک دیگه که ممکن لازم باشه مطرح کنیم آیا روسیه و ایالات متحده آمریکا در کل غرب در افغانستان بچه مشترک هم دارند یکی خوب بدون شک بحث مبارزه با تروریسم و مواد مخدر است جدا از او به خاطر نفوذ بیشتر هر یک کشور در اون افغانستان مشترکات وجود داره چون آقای روش بیشتر گفتن که بعید میدونم ایالات آمریکا خبر نباشه از توافقاتی که ما انجام میدیم بسیار تصور میکنم که ما یک دعوت نامی نانوشته با روسیه فرستادیم گویا که دیگر ما نمیتونیم با اون خواستهایی که باید میرسیم با غرب نرسیدیم مثلا ثبات افغانستان امنیت افغانستان حتی مردم گفتن کار زیر ساختینش به او خاطر ما لازم داریم یک, یک قدرتمند دیگر در کنار خود بگیریم با این تئوری و موافق هستید؟ روس در معضل و مشکل جهانی به گونه برای منافع امریکا در بعض نقاط حرکت میکنه مثلا در سوریه امریکا تلاش میکنه با عربستان سعودی و جمع از اجمونستای عرب که حکومت بشار اسد شکست بده یا در یمن حکومت اوتیا و حکومت صالح و بقای گروپایی که دیدگاه دموکراتیک داشتن اونا زیر فشار عربستان سعودی و گروهی که یا نیروی حاکمی که در یمن است حمایت عربستان سعودی را میگیره را رو روسیه حمایت میکنه و در منطقه متحدین داره مثل ایران مثل حتی با لبنان درست اینا در یک خط میرن به خاطر که اهداف امریکا را به گونه سازه. بسازه و امریکا بالاخره به این نتیجه رسیده که از روسا کمک بخواهی به خاطر حل مسئله سوریه مشکلات مشابه در دنیا موجود است که امریکا به این باور شدن که مشکل در یک حلقه کلان حل کنن تا در یک حاله محدود مشخص منطقه ای اثر گذار باشه و اگر بخواین محضر سوریال شد باید روس و امریکا و کسایی که جانبداری میکنن اینا در میز بیشنن اول قبل از که بشار اسد به مخالفین خود در قضی افغانستان هم تشویش های به وجود و شاید هم به جانبداری ها آغاز شود. به خاطر ازی که حریف خود به زانو در بیاره حتی به مخالفی که هیچ ارزش نداره شاید غیر مستقیم کمک برسانه و این در از ملت هم به مردم افغانستان است هم به ضرر بشریت است اگر روس و یا متحدش در منطقه و حوزه ایران به خطا به طالب کمک کنه ای خطای بزرگ تاریخی است که میکنه بیشتر از کازی خسارت جلوگیری شود اگر ها اجازه می که ما با اینا ملاقات کنیم تجربه سوریه در زین سیاست مدارای موجود است بسیار تشکر وقفی بشا... بشتر... کتا می گیریم پس از آن ادامه این بحث رو با ما دنبال کنید با ادامه برنامه خوش آمدین شب ناصری یک سوال که شاید شما هم تا اینجا کار پیش خود تحلیل کرده باشید مبنای این ها چی است این نزدیکی ها با مخالفین کشور که حالا 14 سال از کنار ما ایستاده میگم متحد نزدیکتان هستیم مبنای نزدیکی حکومت افغانستان با روسیه چیست آیا یک حرکت سنجیده است آیا یک حرکتی است که حداقل در درون نظام تحلیل شده ارزیابی شده که اگر ما با روسیه نزدیک کنیم ممکن باعث منفعت و نکات مثبت در مردم افغانستان شما فکر میکنین هر کشور دم از دوستی زیاد ما سریعا در خود باز میکنیم میگم میکنی میکنی بفرما ما میتونیم هر کارم رایت بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی سلام میمانای عالی قدر با عنوان شریک در بحث و همه همکاران تکنیکی و کلیه مسلمین ببینین اون سیر تحول که در گذشته شکل گرفته هم استاد صاحب خوب تشریح کردن که استفاده کردیم ما همطوری برادر محترم وکیل صاحب انجینر صاحب ذکریا در سیاست میگه که یک اصل ثابت وجود نداره درست این یک مسئله مسئله دوم در تمام روابط ها بین دو تا کشور یا بین دو تا نظام که شکل میگره اول منافع ملی اون کشور در نظر گرفته میشه به عبارت دیگر یعنی امروز شرایط بگونه ای آمده که هم روسیه نیازمند به افغانستان است و از طرف دیگه افغانستان هم نیازمند به روسیه است روسیه چطور نیازمند به افغانستان است؟ به دلیل از اینکه امروز یک حرکتی فوق العاده ارتجای نه تنها به اسرا سرکوب نشده در افغانستان بلکه او قاعده های دیگر و ذیل های دیگر هم پیدا کرده به علاوه طالبان مجددا خود غربی ها در جریان هستند که القاعده رشد کرده و همینطور یک پدیده شوم ارتجای دیگر هم به نام جریان تکفیری به نام داعش به وجود آمده درست این یک مسئله دیگر افغانستان در کجای قضیه است افغانستان شما ببینید که فقط یک خط آمود دریا در بینه ولو با افغانستان با قلم روی روسیه مرز مشترک متصل با هم دیگر نداره ولی از طرف دیگر کشورهای در اون طرف حوزه آمود دریا قرار داره که اینا به اصلاح دیروز به عنوان جزی اقمارهای های جماهیر شوروی بود که امروز به عنوان کشورهای مستقلی مشترک المنافی از او یاد میکنه درست پس بنابراین از این جهت است که روسیه نگران قضیه باید باشه باید باشه به خاطر از اینکه اگر جلب این پدیده های جدید در افغانستان نتوانه مهار شود بلا بلا بدون قید و شرط به بیسرا یک زمان ممکن از آمودریا با اون طرف عبور بکنه وقتی با اون طرف مرز عبور کردن بعد از اون باز امکانات فوق العاده قوی تر نسبت به آنچه که به کشور افغانستان و نظام میامان افغانستان یا حکومت وحدت ملی افغانستان روسیه میخواد بپردازه اون به اصطلاح هزینه سنگین و بالاتر و گسترده تر از این خواهد بود که باید در زمینه چی از این طرف ما چه نیاز داریم به روسیه همونطوری که جناب آقای دولت وزیری به عنوان معاون سخنگوی محترم وزارت دفاع توضیح داد که فرزند سالانه صد نفر هستند که اینجا به اسرا میرن آموزش میبینن و از این باید ما استفاده بکنیم چرا به علت که اردوی افغانستان تا به حال اونم اردوی است که ما ضرورت داریم به اصلی روسی و اگر ضرورت نمی داشتیم پس او هزار میل کلاشنکوفی که آوردن به اصلا به عنوان یک حدیه بلاه در دسترس حکومت افغانستان قرار دادن اینا نباید قبول میکردیم و از طرف دیگر اصلا بر افغانستان درست ما نیازمنده هستیم ولی یک کشوری مستقل هستیم بر مبنای قانونی اساسی می توانه به با, با تشخیص نیازمندی های لازمه روزمره خود منطبق با شرایط که در محیط و منطقه و در جهان صورت میگیره مخصوصا در فرامنطقی افغانستان با عنوان یک کشور مستقل باید تصمیم بگیره و منافع و مضرات خود باید تشخیص بده درست. پس من از این جهت است که ما هر دو تا قضیه را خدمت شما یادواری کردیم تشریح کردیم که فرزن ما چه نیازمندی با روسیه داریم و از طرف دیگر روسیه هم چه نیازمندی هایی با ما و شما داریم یک سوال که مطرح میشه فکر میکنین چرا غربی ها نتانستن یک سری نیازمندی های بسیار سادی که برای بقای افغانستان نیاز است مرفوع کنه برفرض قدرت نظامی نیروی هوایی چرا نتانستن که تا اینجای کار نتانستن یا نخواستن که افغانستان مجاز به ارتش نرتش قدرتمنده باشه؟ درسته بسیار سوال خوب است سوال بجاست ما میگیم که مسئله که نتانستن در بین نیست نکردن نکردن چرا؟ به دلیل از که با کمال تأسف اون سیاستی که جناب آقای کرزای عمدتن در سیاست خارجی خود با آمریکا یا گرفتن تحت فشار هر کشوری که بود با کمال تاسف نتوانست از اون شرایط یک ثبات واقعی را در روابط افغانستان فیما بین افغانستان و کشورهای غربی با وجود بیا ما شما دیدیم شعاره های گوناگون دادن که امروز گرفتار یعنی بلاها و مصیبت های دیگر شدیم از این جهت بود که باز اون طرف ها در راست و همین طوری پیمان ناتو در مرحله دوم دو نسبت به حکومت افغانستان با قضیه و با نظر شک و تردید متاسفانه نگاه کردند و از طرف دیگه شاید آمریکایان به تعهدات خود عمل نکردند و عبارت از بود که آمریکایا اگر این قدرت داشتن و دار هم دیروز داشتن و امروز هم دارن درست اینا با دیده شک و تردید آمدن روی ق... <coughs> مسئله افغانستان با اون گونه ای که باید متعید می بوده و سرمایه گذاری می کرد. ببین یک پیمان استراتژیک با آمریکا بود و از طرف دیگر توافق نامه امنیتی هم با ایالات متحده آمریکا جناب آقای غنی امضا کردن درست, درست. درست. اما ما شما می بینیم با کمال تاسف در نشست چهار جانبه او فشار لازم را که باید آن باید الا ولا بود بر مبنای تعهدی که داشت یعنی هم بر مبنای پیمان استراتژیک و همینطوری اون پیمان توافق نامه امنیتی آمریکا با پاکستان وارد فشار لازمه را واقعا وارد نکردن و امروز با حضور داشت نظارت مستقیم آمریکا و چین با کمال تاسف باز هم پاکستانیا و نهادهای به نام نظام دولت افغانستان دروغ میگن و از طرف دیگه عمل هم نمی در صورتی که نظارت میکردن باید فشار لازمه رو وارد میکردن امروز به این دلیل که ما از این بازی از بازی, بازی باید استقبال شود یعنی کمک شود به حکومت افغانستان ما به عنوان یک نماینده تا اون سر حد حاضر هستم بر فرض این توافق نامه به اصطلاح چی اون اوکی مردم و ملت افغانستان را به غیر مستقیم که باید او اوکی بکنه یعنی از او حق حاکمیت افغانستان و مردم افغانستان اگر روزی ضرورت شود کارت ما کارت ثبت و به عنوان رای مثبت خواهد بسیار تشکر بسیار تشکر چرا این یار سایب. سوالی که مایل ما است شما اپرسوم در مورد این است که بسیاری ها تحلیل میکنند که روسیه در همین مدت به عنوان نظارگر بسیار هوشمند بود دید که افغانستان آیسای سا به کدام سو می رود میگن سیاستگران در کرملین تحلیل کردند که دیگه چرخ ناتو و آمریکا در گرداب جنگ که بنام نجات افغانستان بود فرو رفت و گیر کرد به او خاطر مردم هم با آینده خود امیدوار نیستند روسیه با یک حرکت آقلانه میخواد وارد میدان شود که یک مقدار پس آیسا هایست خودش در درون از هان افکار مردم افغانستان محبوب بسازه و بگوید که این جنگ به رهبری ناتو و آمریکا موفق نبود ما اگر بیایم میتونیم به این جنگ مقدار کمک بکنیم چون این واقعیت داره؟ ما گمان نکنم که روسا به باور باشن که به خودی جنگ ببرن نه تنها در این نقطه و هیچ نقطه دنیا ممکن نیست که یک قدرت بتانه این جنگ ببره و نیاز به همکاری جهانی است و روسا اگر در اول ماندن که افغانستان یک لابراتوار تجربی باشه با گروپ سیاسی حتی مخالفین دیروزشان که با اسلافشان جنگیدن. اونا هم میخوان که چری خود زایل کنن. و نسل جدیدی از افکار و ایدهها و حکومتداری در روز وجود آمده. و همچنین دیدگاه نو در افغانستان باوجود آمده. او مخاصمت های دیروز به گونه کمرنگ شده. موزیگیری های سیاسی کرملین با موزیگیری های کابل یا در کل افغانستان با دیروز فرق کرده. اما ای باور واهی و بیجا خواهد بود اگر روس با کلان بینی و خود بینی به ای باور باشه که جنگ و تنهایی میبره ناممکن ام است اما تا اون نقطه که به ای باور رسیده که افغانستان نقطه از در مرز یا در کناره یک حایلی که او آسیای میان است با شکستاندن افغانستان و افتیدن افغانستان بدست حکومت تکفیری مثل داعش در دا عراق و جای دیگه احتمال از این میره که با فرزون تازه ایجاد شده ناامن باشه و روسا آسیب پذیر شند ضرورت زیر احساس میکنن که باید با نیروهای جهانی در همکاری صادقانه و حمایت کنند که دولت افغانستان به شکلی که دنیا تعریفه از یک حکومت دم دم بر مبنای دموکراسی میدارن آنچنان خطرناک نیست به همسایش تا یک حکومتی که بسیار بنیادگرا و افراطی باشه و مجبور از شعار از با اراده و غیر اراده شعار از به جای دیگر رخ میکنه و جنبش های بسیار تند و خشنه در در بفرزونی که ایجاد شده خواهد ایجاد کرد نام روسا ناگذیری و الزاماتی را در خود می‌بینند که با ما همکاری کنند مایل ما بودم پرسش دیگر هم داشته باشم از اینکه گفتین ناگزیر هستین باید جای دیگر برسین تشکر می‌کنم از حضورتان در این برنامه شما ما در کنار دوستا با باشین چه برای سایب در افغانستان یک دیاد کسانی که امروز در قدرت هستند در گذشته ها مخالفان سرسخت روسیه بودن علیهشان ایستادن جنگ کردن و امروز از جنگ با روسیه به عنوان یک افتخار یاد میکنن بسیاری ها میگن که حتی همین چیره ها حالا حاضر هستند که با روسیه نزدیکی کنن به اینکه مورد بیمهری غرب قرار گرفتن انتظار داشتن غربی ها اونا روی سنه بیشتر بیاره کمک بکنه که تبدیل به رهبرا شون ولی مورد بیمهری غرب قرار گرفتن آیا چون این افراد که در گذشته دشمن بودن و مخالف بودن امروز مایل به دوستی با روسیه هستن؟ خب به صورت کل خو خدمت شما پیشتر مشاره شد که سیاست تغییر منافع است منافع تغییر کرد این دوستا هم با دیگرها را تجربه کردن دیدن و میانی که با از نظر اقتصادی البته دولت افغانستان در 14 سال گذاشتم از نظر تیل، گاز، مواد خوراک بسیار چیزها گندم اینا یا از روسیه یا از کشورهایی که با روسیه هم پیمان هستن و همسو هستن با اینا مشاهده کردن دیدن درست بسیار مشکل است که شما در یک سیاست یک طرف مطلق ماکم بگیرین و به طرف دیگه اتنا نکنین این سیاست امروز با سیاست دیروز حتی چهار دهه پیشتر فرق میکنه ما به اون طرف نمیرم که این دوستا از نظر استخباراتی ممکن در سوال برانگیز است بعض برخی ها میگن ارتباطاتی بوده ارتباطاتی وجود داشته داره و غیره گپا با او بس داخل نمیشیم فقط به این میگیم که ولی این بس فکر نمیکنین که اهمیت بسیار زیاد داره چون این چرا از سنگ در افغانستان حکومت میکنن متاسفانه ما طرفدار هستیم که ملت ها وارد صحنه شوند و ملت ها پیدا کنند در سانی سیاست نیروهای واقعی ملی افغانستان وارد سانی سیاست شود که او هم از روشن فکر مردم متحد در افغانستان متخصص کاردان دلسوز برای ملت از خود ملت بودن اینا وارد شوند. و و ازی را ما نجات پیدا کنند ولی عملاً, عملاً مردم در گرداب این چرا هستن؟ متاسفانه ما از مردم توقع می ایست آرزوی می ایست خواهش ایست و مسئول یک حزب سیاسی که مردم به برنامه های احزاب به عملکردی کردی به کار توجه کنند و بعد انتخاب کنند این چینه ها به نام قوم هیچ کدام از اینا را قوم انتخاب نکرده هیچ کدامش هیچ کدام نماینده کدام قوم خاص نیستن اینا جا زدن که ما نماینده فلان قوم هستیم کجا رفراندوم در بین کدام قوم افغانستان صورت گرفته که به نمایندگی از ما فلان کس کپ بزنه ما یک ملت واحد داریم به خاطر از ملت به خاطر از این مردم مستضعف زحمتکش رنجیده در طول تاریخ مبارزاتی صورت گرفته حداقل در دهه 20 و 21 که امروز ما و شما هستیم از جنبش مشروطیت شروع تا به عصر حاضر نیروهای ملی روشنفکر در افغانستان بودن ارتجاع متاسفانه قوی سر سرزمین متاسفانه ارتجاع با مالف های دیگر در پشت خرافات در پشت بعضی معلف های گویا به اصطلاح داخل قوس میگم دینی خود پت میکنند در حالی که او, او کاملا از او فاصله دارد اینا بر بر گلون مردم گام پای ماندن خون مردم رو چشیدن صاحب همه برج بارگا و بارگاه و ثروت و زر زیور شدن ولی دو, دو از مردم مستضعف و بیچاره مبارزات, مبارزات اون دوران مبارزات خودشانه که به عنوان افتخار یاد میکنن اونا رو فکر میکنین صرف به دلیل اینکه بتونن به نحو نقاب مبارزه و وطن دوستی بکنن کردن یا واقعا یک مبارزه جدی و خودجوش بود آقای مدرس تاریخ درسای بزرگی داره کوره فقط در یک پیامد در یک, در یک زمان بیشتر میتونیم به نتایجش پی ببریم ببینیم و ما حکم قاطع بالای کسی فعلا کردم نمیتونیم که تمام از اینا جا زدن خوده یک نکته گفته میتونم خدمت شما که مردم افغانستان مردم واقعا این تاریخ از زمان اسکندر مقدونی که خل تا امروز مشاهده کنیم ببینیم در برابر هر استیلاگر در برابر هر متجاوز مقاومت کردن استادگی کردن ولی نیروهایی بوده که از اینا یا استفاده مطلوب کرده که مبارزان بودن نتیجه این مقاومت‌ها یا سود خودشان بوده یا به مثلا من بدون پارادوکس تاریخ بوده تاریخ متاسفانه این ها را داره در دلون خودم در نفس خودم این تضاد هم وجود داره ولی ما حالا به یک تحلیل بسیار عمیق تاریخی که بشینیم در مسند قضاوت و بگویم این خوب بودی بد بودی خوب بودی بد بود شاید برای وضع موجود ما بسیار مفید نباشد. در وضعیت موجود ما باید به با ملت خود یک فلسفه امید اجتماعی ده. یک فلسفه امید القا کنیم به مردم و بگویم که ما نیروهای ملی افغانستان با هم همسو شوند همسو هستند یا همسو شوند حداقل ما سه چهار نهادی که داریم وکلاي با شرف پارلمان ما عذاب سیاسی که دارای خط فکری و, و مبارزه واقعا با برنامه هستند متحد متخصص و, متجربه متجرب هستند درست وجود داره ایترام نیست که کاملا قطع رجال باشه در جامعه مدنی افغانستان خوشبختانه کاتگوریایی وجود داره که میشه به اونا یکی خوکسایی است که با خاطر منفعت و پول و اینا ساختار ساختن و او معلوم میشه در افغانستان وانستان یه خوشبختی دیگه هم از که ای چیز پوت آمده میمونه یا خود که باید ما یک مقدار رازدار باشیم در سیاست داخلی خارجی خود حتی گپی که در وزارت خارجه گفته میشه صبح ده به اصطلاح مردم عام ما در سر چوک است سیاست در گفتم میشه صبح ده سر چوک هست. یک مقدار برعکس ما باید رازدار باشیم ولی متاسفانه اینطور نیست متاسفانه کل گپا افشا میشه و افراد و اشخاص هم دلسته. معلوم میشه که کی, کی, از کجا آب میخوره یکی خوب برچسب زدن هاست ریشکل بودی م... کافر هستی علی از ریشدار بودی بسیار مسلمان صادق هستی با هر کاری کرده بودی با یک و قبا خود در بیار خلاص دیگه کار جور است به اینی انی برخورداره باید ما این ستیه نگاریار از جامعه ایم ما بارها گفتیم ما استادای داریم ما فکرای داریم که به اصطلاح وطنی ده پتکشان نماز خوانده میشه اسلامیت خدا مسلمانی خدا که هیچ کسی بدل نمیکنن پاک بودن صادق بودن مبارزه کردن وطن خدا دوست داشتن خدای خدا, خدا و حضور دیدن تمام سنن پسندیده ولی خرافات و دروغ و ریا و تزویر و جهل مشناختن زاید ریایی را این ولی از اکثر مردم در طول تاریخ ماسر این کشور را در پحنای این مردم خودشان تعریف کردن خب، گفتم براتان که یکی مت... از خصوصیات جوامی عقب مانده جوامی که ببینین ملتی که کتاب نمیخونه از بی خود کپ میزنه متاسفانه ملتی که با کتاب سر شما از اینجا برین تا حیرات ف... تا, تا فرا از یه برین تا بدخشان از یه برین تا شنوار و خوست و پکتیا دبین دو طرف جاده کدام کسی را نمی‌بینی که اخبار داده باشه متاسفانه این حقیقت وطنی ماست درست در حالی که شما این پاکستانی را که ما سیال نمیگیریم صبح بینیم اخبار جنگ و سو دانو و غیره دان و غیره غیر پشت خانه هر نفر می‌آید و مردم میخوانه هایی که باز تکرار میکنم که در صحنه حضور نداره، اوجه بیگانه حضور پیدا میکنه، ارتجاع حضور پیدا, پیدا میکنه، کسایی که برچسب میزنن خود به نام به نام لیدرها و نمایندای مردم، درست. اونا خود جا میزنن از بسک مقدار دور نریم یک سوال یک دیگه که واقعا در درون اجتماع وجود داره و و اجازه بدهین کی پرتش مطرح کنم مردم میگن که رفتن روسیه حداقل یک تعداد هستن میتونه ای کاش نمیره نمیرفت روسیه و خاطر از یک بسیاری ها روسیه را علیه استاد شدن و از خاک بیرون کردن یا خودش به هر تعلیل که شما میکنین و ده ها کشور دیگه پس از اجازه دادن پس بند درون خاکشان شما تصور میکنین اگر روسیه در افغانستان میماند افغانستان امروزی چه شکلی می بود یک چیز از نظر تاریخ خدمت شما بگم اگر مبارزه مردم افغانستان نقطه بی نتیجه میمون ای باز با تاریخ مزرر داشت خوب شد که روس ها بر آمدن و مبارزه مردم مبارزه من انسان با ای که خاطر یک صداقت انسانی مبارزه کرده خاطر یک درک انسانی مبارزه کرده مبارزه زنا را میگم نه او کسایی که با مبارزه از امو با برهنه تجارت کرد فکر شما شد بنابران رفتن روس ها یه ضرورت تاریخی بر آمدن خود زنا را گرباچوف درشی کشتی با آقای در زمانش خودش نیاز نیاز زیر دانست که باید به هر قیمتی که میشه قای روز, روز در حقیقت نظر به یک توافق نامه برای گوی از افغانستان سی از نظر تاریخی برای مردم افغانستان برای ملت افغانستان مبارزه در یک نقطه نتیجه خود حاصل کرد حال با هر ترفندی که بود با هر مشکلاتی که بود با هر چالش هایی که بدن ما مواجه شدیم متاسفانه فروپاشی نظام چوری اردوی ملی افغانستان و غیره نهادهای علمی فرنگی و غیره ما اما از نظر تاریخی تاریخ بازی تور نوشته نمیشه تاریخ تو نوشته میشه که خب تحلیلگر از روی مسائل از روی کتاب ها از روی اخبار میگه که بینی تاریخ قوای از افغانستان خارج شد در نتیجه جهاد جا، مبارزه و سرسپردگی مردم آزادی افغانستان درست درست این بسای دیگه اش با میشه اما اما حقیقت تاریخ چی است حقیقت تاریخی است که روسا در برخورد خود در مناسبات اقتصادی حداقل با افغانستان صافتر بودند مثلا کمک های مستقیم روسیه ها برای افغانستان درست است که شاید جای درد نشده باشه روسا مدعی هستند که ما 800 میلیارد دلار به افغانستان کمک کردیم اما درست 800 میلیارد است که 800 میلیارد کمکش به افغانستان در مو زمان صورت گرفت. پروژه‌ای عمل منفعه بوده نان بوده آرد بوده تیل بوده گندم بوده روغن بوده دی حساب خود یک مقدار از کرپشن از مثلا انحرافاتی که امروز یک مقدار بخش دیگه سالم متمرکزتر برخورد کردن ارزمه است که ما, ما ببینیم کمک تا کمک است ما یک کمک است ما رو خدای نخواسته خدای خواسته برای انرافات اخلاقی میبره ولی یک کمک است که جلو زده میشه به به یک سیستم مصرف میشه او کمک برای جامعه برای اخلاقیات مملکت مهم است حالا همه خ نفری که کرپت است به اصطلاح قاچاق بر است مواد مخدر است که ما رشوت خورده که رشوت خورده که رشوت, رشوت, رشوت خورده اما قدر رشوت خور اما قدر پول خواسته یک منبع صادر شده دیگه بالاخره یک سازمان جهانی و بین المللی هم بوده من دیگه گپ گرچه آقای کرزی پشت او رفته بیل میگیره و یک گپشون درست بود که اون زمان میگفتن که این کرپشن جامعه جهانی هم سهم است خو دیگه بله و اون قسمت دیگه این سوال که آیا افغانستان با کنار روسیه اگر می بود و دوستی میکردن اون زمان آیا شب یک از کشورهای آسیای میانه می بود خب مشکلی کشورهای آسیای میانه در مدت به رسیدن مثلا بی سوادی در تاجیکستان یا در ازبکستان یا ترکمنستان یا قزاقستان و قرغزستان که شده یا تناسب بین زن و مرد مثلا سواد آموزی از نظر سواد از نظر حضور زن در جامعه و این مسائل او با یک پیشینی تقریبا 70 ساله بوده در افغانستان که 14 سال حدودا 10 سال روسا بودن یا کمتر بیشتر و بعد این قضایا آمد اما تا امروز هم اگر می بودن ممکن است که ما به اون سرعت نمی رسیدیم به دلایل زمانی اما ممکن ولی آیا از افغانستان وضع ما بهتر می بود خب این دیگه مثل اینکه که ما هم پشت هم رفته بگیریم ما هم پشت یک چیزی که حالا نیست گپ بزنیم ببخشید حال خو اینا حضور داره ولی این سوال است. مردم دار... در مجالس آه. میان خود میگن که اگر نمی رفت روسیه یه... ما شنیدیم ما شنیدیم مثلا مامور دولت گفته برای خودم گفته که من شیرازی محفظ بود عیسیت و آبروی خانواده ما حفظ بود این راه اخلاقی در جامعه, جامعه کم بود این رقم ما مشوبت نمیخوردم حالا ما میبینیم که از رئیس تا مامور تا پیاده تا کلگی که نخورم در سیستم کار کردن نمیتونم متوجه هستید درست از نظر اخلاقیات اجتماعی اینی م... چه... چه داشت خوبی ها را داشت اما از نظر ازی یک اردو در سرزمین ما اه... حضور اه... داشت از نظر ازی بازی حاکمیت زیر سوال می از نظر ازی تاریخ ما خدشه دارم می... امروز ما طرف داری حضور نظامیه که کس امر کنه بالا دولت افغانستان بایده که ما هرگر تایید کنیم یا رد کنیم این بحث دیگه بحث مقام ملی ما موقعیت ملی ما حفظ است ما خوش نداریم بالای رئیس جمهور ما و یا بالای کدام وزیر ما کس امر کنه امر نه کنه یا مشاور باشه که قمانده بته ما نمیخوایم این قمانده را چرا ما بالاخره یک سرزمین تاریخی میخوایم باشه مدقل میفهم که امروز ما بسیار تک تکه است درست میفهم که امروز ما, ما حتی از روی ناگزیری با استخباراتی که دشمن هستم. از امرو ازو میخوایم که اگر تبادل اطلاعات شود چنان که شما اجاره کردید درست اما ملت نمیخواد مردم نمیخواد بسیار تشکر و از طرف دیگه از طرف دیگه یک نکته خدمت شما به اجازه ناصری صاحب که بشیارت ما گپ زیاد گفتم ما باید ملت باید نیروهای ملی خود را تشخیص کنه بالاخره پیدا کنه این ملت بگذار از معامله بگذار از اینکه من امروز رئیس هستم صبح من صبح دوش میکنه بگذار از اینکه من امروز استاد دانشگاه هستم استاد پوهنتون هستم سبا از من به یک مکتوب اخراج میکنه اخراج کنه جامعه کلان است دکانداری خواست یک کس به دیگه خواست حتی 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 در برخی موارد اگر سر کسی سخت به جلای وطن شود کدام در... کدام فاجعه نیست چون که ما شما تجربه شده داریم ولی دوستای ما که در میهار حکومت هستند اینا هم باید توجه کردن به نیروهای ملی که یک شیرازی یک نظام ساخته شود شما سلامت دولت باشید. پایدار ساخته شود تحکیم و حاکمیت شود و نیروهای صادق و دوست در سر بید شما سلامت باشین بخیر باشین ناصر سای بزرگوار یک مسئله در افغانستان واقعا داغ است چه از نسل امروز بپرسید چه از نسل که دیروز زندگی می همیشه از خود سوال میکنند که چه چی چیز موجب این همه بدبختی این کشور گشته با وصف که هواره داد می ما تاریخ چند هزار ساله داریم ولی امروز از فاسد ترین کشورها هستیم زیر خط فقر زندگی میکنیم در جهان هویت ما بس شکسته و بدنام هست تصورتان چی است که چه شده چه گشته ای وطن که یلقل ما نمی با این همه تاریخ با این همه پیشینی که داریم احساس بکنیم که وطن امروز روی پای خودش استاد نیست شما بهتر از ما میدانید فکر میکنین موجباتش چی است؟ سوالی که من مطرح میکنم فکر میکنین منابع خارجی نقش بیشتر داشته یا منابع داخلی بر فرض منابع خارجیش شد تجاوزات کشور ها را میگیم یا هر مسئله دیگه شما برش برمیچینین مسئله داخلیش دو سوال مطرح میکنیم یک شب که جناب گفتن که متاسفانه کسانی که به نام رهبر و نیمچه رهبر گهگاهی در افغانستان ارزندام میکنن و یا حالا هستن اینا میشه خواستن مردم استفاده کنن به منافع خودشان ولی وقت عمل میرسه دیگه این مردم غایب هستن آیا این رهبران و نیمچه رهبران صادق نبودن به وطن خودشان یا واقعا این کشور درد دیگر داره که هنوز خودمان پیدا نکردیم چی است که جلوش بگیریم تا این وطن به سرفرازی برسه درست مسئله دو تا بود داره یک ما یک سری و یک سلسله ارزش ها داریم تحت عنوان ها تحت عناوین ارزش های ملی یا دینی درست بدون تردید هیچ کس نمیتوانه فاروی این ارزش ها بگذاره او تاریخ گذشته و نیاکان و پدران ماست که جز افتخارات همه نسل ها بوده و خواهد بود و باید هم باشد مثلا جنگیدن علیه بریتانیای کبیر و برای اولین بار که یک قدرت امپراتوری بزرگ شکست میده و بر خط مقدمی جبهه که شکست متوجه زنا میکنه افغان ها وجود داره درسته؟ درست خب افغان ها کی هست؟ یعنی می اقوامی که در قلم روی جغرافی های تحت عنوان افغانستان زندگی میکنه و به همین دلیله ما به عنوان یک عالم دینی و با عنوان یک نماینده پارلمان و بالمان عنوان یک آدمی شی و به عنوان یک افغانستانی لذاست که در مقابل نامی مرحوم شا الله رضوان الله تعالی علیه عنوان یک حسد بای افغانستان سر تعظیم و افتخار به وجود میارم پایین میکنم احترامش میکنم اگه اگر گریم آبیا میبوسیم متوجه شدیم چرا؟ به علت از اینکه قایده بزرگ ملی ما را به تصویر کشاندن این جزی افتخارات ملی ماست نه ربط به شیعه دارن نه به سنی همه مشترکات ماست این مشترک آیا این دید شما را همه افغان ها فکر میکنین داره؟ باید داشته باشیم ببین اینا ارزش های است نه به قوم خاص تعلق داره نه به مذهب خاص نه به جغرافی خاص نه به نسل خاص نه این یک مسئله مسئله دیگر او محاوهویت اسلامی ماست که در این هویت اسلامی هیچ کس حق نداره به اسلام بیای دستبندی بکنه بگه که من مسلمان تو مسلمان نیستی به یه جوچ ببین دیدگاه ها و های سیاسی او مورد احترام همه باید باشه اما در قایده و جوهری و ماهیت و قویتی اسلامی ما به عنوان یک ملت مسلمان هم کسی حق نداره که در رابطه به همین موضوع در این چارچوب مثلا مقاومتی که علیه اتحاد جماهیر شوروی صورت کرد که استاد به تمام معنا خوب توضیح دادن و باید اینا رو بیرون می بیرون ما به اصطلاح اون ارزشی که به نام ارزش ملی و جنگ استقلال و استرداد استقلال افغانستان داشتیم خچه دار میشد این یک بس. این مربوطی با مردم افغانستان هست می شکست های ما از شکست های ما از اینجاست که تا هنوزم که هنوز هست با کمالیت با احترام که داریم ولی ناگذیریم با عنوان کسی که امروز همه ما و شما را گروگان گرفته زعمای پروژه ای سر کار می آید. یا به اصطلاح طریق آمریکا یا بالاخره کشور عربستان سعودی یا یکی دیگه یا لندنش یا کسی دیگرش آها. با این دلی ما نباید فراموش بکنیم این پروژه سازان سیاسی است که مردم افغانستان به حاکم مزلت شده و این باز این ای پرو ای پروژه سازا هم ربط به این نداره ممکنه جامعه ازاره باشه ممکن از جامعه تاجیک باشه ممکن از جامعه اوزبک باشه یا فرزن پشتون باشه یا کسای دیگر ببین خب همینه شما اجازه بدین که ما تفکیک بکنیم که چرا ما به این دلیل که تا آنوز فرزن ما و شما تبدیل به یک ملت نشدیم آیا مردمی اپو مشکل در مردم افغانستان بوده نه مردم افغانستان فطرتا مسلمان دارای قایده بزرگی بنام یک قاعده بزرگ به نام بیسرا یک ملت واحد متمدن دارای هویت اسلامی و ارزش های تاریخی که واقعا ارزش های کمی هم نیستن با و قهرمان‌هایی قهرمان هایی که در میدان جنگ مبارزه کرده هیچ فرق نمی کنه. از جنوب باشه از شمالش باشه از مرکز باشه از شرقش باشه از غربش باشه باشه باید دستی از اونها رو گرفت و بوسید متوجه م دیدم اینمی دیده به افغانستان در این حال کسانی که حرکت های ارتجایی را تنبال میکنن شما ببینید امروز افغانستانه حکومت به نام حکومت وحدت ملی شما ببینید چطور به چالش کشانده و شما به عنوان عضو میدیای سرفراز زنده افغانستان که من تشکر میکنم از تمام رسانه های افغانستان که واقعا بر رسالت ملی و تاریخی خود خوب عمل کرده ولو بالاخره در دنیای مظلوم هم واقع شده که ما شاهد از قضیه هستیم امروز شما ببینید تحت عنوان توتاب چه بحث بالاخره پیش آمده با, با کمان چرا؟ به علت یعزی که سران سران ارتجاعی و دورندیش نیستند از یک طرف ارتجاعی اگر دوراندیشی باشه خب بالاخره مملکت باید از وضعیت نجات بده با کمال تاسف به همین دلیل این بزرگترین و بزرگترین داغ و درد همینه کسانی که دیروز آمدن از جناب آقای اشرف غنی از جناب آقای عبدالله تیم سازی شدند. درست نه امروز میای جناب آقای غنی عبدالله و عبدالله ترا دانم خدا توانایی و تحملی از این نداره که یک دانه لامپرق بر بره در خانه حامید و محمود با این با این دلیل که دعوت ما حرف ما به عنوان یکی از اطباء افغانستان است که مردم افغانستان قبل از اینکه بالاخره برابرانشون میاندیشه به حال خود بسوزن درست خوب بیاندیشه درست تا ما به حال خود نیندیشیم و از خواب غفلت بیدار نشویم با, با, با یعنی برای اولین بار و آخرین بار به با پروژه سازان سیاسی و به هر کشوری که هستند پایان ندهیم و تبدیل به یک ملت واحد نشیم یعنی روزگاری ما تا دنیای قیامت ادامه خواهد پیدا شما با دنبال بیداری ملت هستید قطعا و پیام میدم از ازمی از این عزمی سکوی پریش شما که تشکر می من هر و خدا کنه که جناب آقای اشرف غنی و جناب یعنی در رسم در مجموع حکومت وحدت ملی هر, کسی که استن. از هر قومی که هستند اینجا مسئولیت داره بر فرض اگر اینا موفق شوه و راست بگو و صادقانه عمل بکنه با بریم به طرفي برګوزاري انتخاباتي ولزي جيرګه او شوراوي ولسموالي ها تا کې ولزي جيرګه قانوني اساسي مؤلفه شي تشكيل شي په يوه ما به تمامي مردمي افغانستان در سر تا سر افغانستان ایست کې يم دفعه کار وکنه ميدانه کوم نماینده رو واردي په پارلمان وکنه يک نماینده کې جوان باشه تحصیل کرده باشه و از طبقه پایین جامعه باشه که با درد و مصیبت های مردم سر کار داشته باشه اینا رو بفرسته که تا بالاخره به نقش نظارتی یک پارلمان در افغانستان شکل بگیره که تا جلب پروژه سازا رو در غیر از او ما یعنی قربانی بودیم و قربانی خواهیم بود راوی صاحب صاحب بسیار تشکر از حضورتان داریم این برنامه بفرمایید نکمه فقط جل کلانترین دشمن ماست یکی دا داخل کشور که حکومت ها از این جهل بیسوادی و قیمانی افغانستان متاسفانه سو استفاده میکنن درست. و مداخلات خارجی و چیزی که جناب ناصری بسیار خوب فرمودن دولت های پروژه 24 تشکر بسیار تشکر و ممنون شما بینندگان عزیز که این بحث ما را تا آخر دنبال کردید تا برنامه دیگر پاینده بمانید بدرود خدا نگهدار